سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجا که هستید، در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم بود. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن فعلا آفتابی اما سرد، چون دوشنبه شبهای پیشین در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم به آخرین خبرها در عرصه حقوق بشر در ایران. بهتر است گفته شود نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، حکومت فقیه بر زندانیان سیاسی در ایران چه می‌گذرد؟ ماجرای اسیدپاشی و پیامدهای آن در اصفهان، چرا هنوز اسیدپاشان بازداشت نشدند؟ موضوعی که به این احتمال و این گمان دامن میزند آنان که بر روی دختران اصفهانی اسید پاشیدند، گزمه های پنهان حکومت فقیه هستند. در تهران نیز اسید پاشی یک قربانی داشت. آن سوتر وضعیت اقتصادی، وضعیت اقتصادی ایران، آیا داشتن سفره آبرومند حق مسلم مردم ایران هست یا نیست؟ چه کسانی در برابر سفره مردم مسئولند؟ دولت، حکومت، مجموعه نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه؟ و چرا روز به روز سفره مردم ایران به عنوان نخستین حقوق طبیعی آنان کوچک و کوچکتر می شود؟ پرسش ها بسیار است در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران. در نیمه نخست برنامه آقای عباس خرسندی با من و شما هستند، فعال حقوق بشر، فعال سیاسی و دبیر جبهه دموکراتیک ایران در خارج از کشور. رهبری این جبهه و تشکیلات سیاسی آقای حشمت الله تبرزدی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای خرسندی عزیز در آلمان، سلام به شما. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و سلامی دارم خدمت بینندگان بسیار محترم. در خدمت. در همینجا پیش از هر چیزی ابتدا از وضعیت زندانیان سیاسی میپرسیم و آخرین وضعیت آقای تبرزدی که به دادگاه احضار شده بود و ظاهرا نرفت به دادگاه. همونطور که در جریان هستید و خبرها رو هم گاهن منتشر میکنید، در ارتباط با آقای تبرزدی دوران زندان ایشون به پایان رسیده حدودن و میبایستی که آزاد بشن، اما دید جمهوری اسلامی نسبت به آقای تبرزدی دید کاملا سیاسی است. کما اینکه در دو هفته گذشته ایشون رو خواستن برای دادگاه دیگر که به صورت مجدد ایشون رو مورد محاکمه قرار بدن و هر اتهام دیگری که به نظر ما اون اتهامات همیشه مشابه است و اون اقدام علیه امنیت حکومت هست و لذا ایشون نپذیرفت و به دادگاه نرفت و به عنوان اعتراض تا یک ابلاغی کتبی به ایشون داده بشه مبنی بر نوع اتهام و یا مسئله‌ای که در ارتباط با ایشون مطرحه. ایشون بر اون اساس منتظر هستند که احتمالاً حکمی یا ابلاغیه‌ای برشون صادر بشه. در مورد بقیه زندانیان سیاسی
نظر ما بر این هست که اساساً مدت زندان چندان برای جمهوری اسلامی مطرح نیست. آقای تبرزدی دو دوره 8 ساله با یک اتهام در زندان به سر میبره و دوره سوم هم که امیدواریم چنین نکنن و چنین خطایی رو مرتکب نشن، هم باز هم بر همین اتهام هست. و دیگر زندانیانی که تمامی پرونده ها رو شما بررسی بفرمایید، به عنوان زندانی سیاسی که اساسا تعریفی هم جمهوری اسلامی برش نداره، همه متهم به اقدام علیه امنیت حکومت هستند. با توجه به بینش و دیدی که در ارتباط با زندانیان وجود داره و اونها صرفا دفاع از حقوق مردم ایران رو با خودشون دارن و اون آرمان و ایده و عقیده اونها رو تشکیل میده، هیچ ضرر دیگری اونها برای جامعه ندارن که همواره در صدد دفاع هستن. بحث امنیت ملی در کشور هست که دائما به عنوان یک ابزار در دست حکومت هست بر علیه مبارزان و فعالان سیاسی و حقوق بشری. بخشی از چی فرمودید؟ بخشی از مبارزان سیاسی و فعالان حقوق بشری که اینها در واقع پایمال شدن حقوق مردم ایران توسط حکومتی که میبایستی بیش از آن که به فکر بودن خود باشه بیاد در مسیر دادن حق و حقوق مردم، در اون مسیر حرکت نمیکنه. لذا اعتراضات هم امر منطقی است. اگر اپوزیسیون و یا مخالفی ساخته میشه بر اساس اون چیزی حقوقی است که رژیم نمیده، و اگر اعتراضی در جامعه برقرار میشه یا به وجود میاد، در واقع اعتراض به ندادن حقوق و پایمال کردن حقوق مردم ایران هست. حالا ببینید، وقتی که یک حکومتی از اول تکلیفش روشن بود، یعنی یک چیز پنهانی نیست، حکومت فقیه، یعنی همین بر. یعنی حرف اول و آخر رو در این حکومت فقیه میزنه. دقیقاً کسی اون بالا نشسته، دقیقاً به مسئله و مردم هم رفتن به جمهوری اسلامی بالای 90% رأی دادن. فقیه تشخیصش ممکنه این باشه یا اون باشه، مطابق میل شما و بقیه نباشه، اما خب به هر حال یک جور نمایندگی میکنه اوامر خداوند رو به گفته خودشون. جناب چالنگ، شما اعتراضتون کجاست در این ارتباط؟ من لازمه توضیح بدم. ببینید، خود خمینی در یکی از این سخنرانیاش مطرح کرده بود که چرا دو نسل قبل، سه نسل قبل راجع به ما تصمیم میگیرن و گرفتن. الان هم همون مصداق به عین هست، یعنی همون حرف خمینی رو هم بر مصداق بگیریم، این حکومت حق نداره برای نسل جدید تصمیم بگیره. و نسل های گذشته اگر چنین اشتباهی رو کردن که در واقع بعد از انقلاب بلافاصله جامعه واکنش اعتراضی داشت، اولین جنبشی که به وجود آمد جنبش زنان بود که به خاطر مسئله حجاب که همچنان مسئله روزم هست اعتراضاتشون رو شروع کردن، و جنبش زنان یکی از قوی ترین جنبش های داخل کشور هست. و حکومت نمی بایستی از ابتدا، چون در بعد ورود و شروع این حکومت قرار بر این بود که به نوعی حکومت جمعی باشه، ولی در سال 67 زمینه‌ای که به قانون اساسی منظم شد، ولایت فقیه به عنوان یک فردی که حاکم بر سرنوشت یک ملت هست مطرح شد، و در نتیجه تمام این دوران 20 و چند سال گذشته زیر فشار فرمان حکومتی بود. از زمان احمدی نژاد به این سو، این رهبر تبدیل به یک رهبر مطلقه شد، و این چیزی نیست که مردم ایران بخوام. ببینید شما آقای خوشنده، اینه که میفرمایید، ببینید قبل از آقای خامنه ای هم همین بود، یعنی شما قبل از تبصره‌های قانون اساسی باز تمام قوانینی، تمام نکاتی که در قانون اساسی هست، یه بند، یک دو سه کلمه اضافه داره: تظاهرات آزاد است در صورت که مخل به آرامش مردم نباشد یا مغایر با موازین اسلامی نباشد. تمام اینا هست در قانون اساسی. من مثل همین امروز در مجلس خبرگان بودم که
خونده می شد این مواد و پا می شدن می نشستن رای می گرفتن رای می دادن. شما به رفته بودیم از طرف تلویزیون، اون موقع داستان شو بارها من گفتم. حالا بر چیزی نیستش که قبل از آقای خمینی، خود شما به اون تظاهرات اشاره میکنید، بانوان ایرانی اومدن جلو نخست وزیری، آقای مهندس بازرگان، همه این جماعت ملی مذهبی، این ذوالحیاطینی که اسم میبرن، سباقیان، دباقیان و تمام اینها، آقایون همون زمان اعتراض کردن. همین آقای ابراهیم یزدی اون زمان عضو دولت بودن اعتراض کردن، بدترین نسبت ها رو به زنان دادن، جبهه ملی همینطور، فدایان همینطور، حزب توده همینطور و بسیاری دیگه. و آقای خمینی شما اشاره میکنین انگار قبل از آقای خامنه ای وضعیت جوری بوده، بعد آقای این تبصره ها رو که اضافه کردن اینطور شد. خیر، اینطور نیست. بفرمایید. دقیقا، نه درست میفرمایید، من منظورم اون نبود. قرار بر حاکمیت قانون بود و قرار بر این بود که روحانیت اساسا حکومت نکنه. در بعد ورود خمینی به صحنه سیاسی ایران و بعد که وارد شد خدعه کرد بر اساس گفته خودش، و تمام این نیروهایی که فرمودید اشاره کردید به درستی، تمامی نیروهای چپ و راست و میانه اساسا پس از انقلاب مجبور به ترک صحنه سیاسی شدند و یا در گوشه نشستند آرام بدون سر و صدا. حتی نهضت آزادی هم همینطور، ملی مذهبیون هم همینطور، و جریانات بسیار مهم چپ اساسا از کشور یا خارج شدند و یا محو شدند در عرصه اجتماعی. چرا؟ برای اینکه بزرگترین اشتباه تاریخ رو مرتکب شدند. آوردن روحانیت بیش از آن که یک باور اجتماعی باشه که قاعدتا در نزد توده‌هایی که اطلاعات آنچنانی ندارند، ولی در نزد پیشروان سیاسی و اجتماعی باید روشن شده باشه که نقش روحانیت در تمام دنیا و حتی در طول تاریخ از دوران قرون وسطا به این سو یک نقش منفی ارزیابی شد. چطور شد که در ایران باید روحانیت به قدرت برسه و یا زمینه های به قدرت رسیدن روحانیت از کجای تاریخ ایران نشأت گرفته؟ تمامی این فاکتور رو اگه جمع بکنیم میبینیم که اساسا اشتباهاتی و یا جاه طلبی هایی و یا قدرت طلبی هایی باعث شد که این قشر منفور اجتماعی که در شرط حال حاضر جامعه این نفرت رو نسبت به اونها داره نشون میده به قدرت رسید و مکافات 35 ساله رو متاسفانه باید. ولی در اون زمانی که به قدرت رسید، من نمیدونم الان منفور هستن نیستن، من اینو نمیتونم هیچ نظری داشته باشم، برای که باید دید آمار گرفت. اما در اون زمان که به قدرت رسیدن نفرمایید منفور نبودن روحانیون به هیچ وجه. قهرمانان بر دوش مردم بودن، بر دوش بسیاری از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، شاعران ما برای ورود آقای خمینی شعر گفتند، برای آزادی آقای صادق خلخالی از زندان در جریان انقلاب شعر سرودند، ستایش کردند. برای اعدام‌هایی که به دستور آقای خلخالی انجام شد مقاله نوشتند، تف زدند، هورا کشیدند. من مخالف فرمایشات جناب عالی نیستم، اتفاقا موافقم، به خاطری که دارم تفکیک میکنم نقش روشنفکران از توده های مردم. برای اینکه توده ها اگر یک چیزی رو به صورت تاریخی اشتباه دریافت بکنن، مقصر روشنفکران و پیشروان اون جامعه هستن، کمان که امروز هم همینطور هست. اگر جامعه‌ای که خوشبختانه امروز جامعه ما، نسل جوان ما خیلی آگاه هست، یعنی به خود آگاهی رسیده، فشار مذهبی، فشار احکام دینی که از بالا به پایین میاد، همه اینها روشن کرد جامعه جوان رو که از دین چیزی به جز خشونت بر نمیاد، از دین قصاص در میاد، از دین اسید پاشی در میاد، از دین چاقو کشی در میاد. اتفاقا میونه فرمایش شما که گفتید اسید پاشی، خبر دیروز هست که در شهر جهرم 8 تا الی 10 دختر ایرانی
با چاقو به باسنشون زدن که اینها بی حجاب نباشن. یعنی علاوه بر اسید پاشی ما چاقو کشی هم داریم که اساسا چاقو کشی های حکومت هستن که در جامعه راه افتاده. من با نظرت جناب عالی در مورد سال 50 بسیار موافقم و هیچ اشکالی درش نمی‌بینم و قصور رو به بر عهده روشنفکران و پیشروان سیاسی می‌گذارم. بر عهده جامعه که آگاهی نداره نمیشه که همه چیز رو. بله درست میفرمایید که آمدن میلیون ها انسان آمدن، ولی این اشتباه قابل برگشت از سوی جامعه بوده و میبینیم که امروز جامعه این رو پس زده، ولی برخی از روشنفکرها همچنان در اون وادی سیر میکنن و اون بودن روشنفکران، برخی از طیف های روشنفکران در حمایت از جمهوری اسلامی بجز منافع اقتصادی هیچ انگیزی دیگری در اونها رو نمیشه کشف کرد. به نظر من اونها منافع دارن میبرن از قبل جمهوری اسلام. حالا من نمیدونم واقعا به این افراد میشه روشنفکر گفت نگفت. به کسانی که وقتی گفته میشه که یا روسری یا توسری حمایت میکنن از چنین شعاری، بسیارم آدم های تحصیل کرده بودن، به اینا میشه گفت روشنفکر هستن یا نه؟ اینایی که بر اساس مسائل سیاسی حمایت میکنن از چماقداری و از کنم پایمال کردن حقوق ابتدایی مردم. من این بحثی طولانی، امیدوارم در جایی بتونیم به این موضوع بپردازیم. اما به نظر شما چرا اشاره کردید به هجوم هایی که در جهرم بر سر دختران ایرانی اومد در منطقه دیگه در ایران همزمان با اصفهان؟ ببینیم بیشتر مشکل و اتفاقا با نسل جدید دارن، با دخترانی که در پی انقلاب به دنیا اومدن یا وقتی انقلاب شد یکی دو سال داشتن، دو سه سال نه بیشتر، و نسل هستن که در دامن روحانیت حاکم، روحانیت شیعه که در ایران به حکومت رسید پرورش یافتن، در مدرسه به همه جو. چرا هنوز بعد از 35 سال مشکل دارن و چرا اگر در این مشکل یه علتش این هستش که آقا با طبیعت انسانی شما به جنگ افتادید، در نتیجه باید بیاموزید که با طبیعت انسان نمیشه جنگید، سرانجام پیروزی در کار نخواهد بود. از شما میپرسیم، نظر شما رو. دقیقا به یه نکته بسیار مهمی اشاره کردید و اون حق طبیعی آدم ها هست که به صورت طبیعی در اون در ابنای بشر نهادینه شده و مسئله حاکمیت دین این حق رو از اونها به صورت غیر منطقی سلب میکنه. زمانی که یک روحانی به خودش اجازه میده که در خصوصی ترین مسائل فرد جستجو بکنه و یا زمانی در مجلسی که وظیفه‌اش حمایت از حق مردم هست میاد بحث امر به معروف و نهی از منکر رو اونجا تصویب قانونی میکنه، این یعنی اینکه جامعه نمیتونه اون رو بپذیره. جامعه حق طبیعی داره و باید از حق طبیعی خودش دفاع بکنه و حکومت به جای اینکه در مجلس جمهوری اسلامی بیاد روی حقوق فرد فرد ایرانی دفاع بکنه، اون نمایندگان میان امر به معروف و نهی از منکر رو که سلاح سرکوب هست، در واقع نیروهای سرکوبگر هستن، رو بر علیه مردم تصویب بکنه. این روند از دید مردم پنهان نمونده و تا حالا هم که تمام رفتارهایی که جمهوری اسلامی بر علیه جامعه داشته همه تصویر شد و همه میبینید در تمامی رسانه های عمومی، در فیسبوک ها، هر روز مشکلی که جمهوری اسلامی میآفریند توسط همین قشر جوان جامعه، نسل جوان ما، این داره هر روز داره گزارش میشه و جمهوری اسلامی خطای بزرگی مرتکب شد که به جای اینکه همراهی بکنه با نسل جوان و به قول خودشون که بخواد اونها رو آموزش بده به شیوه انسانی، به شیوه غیر انسانی الان داره رفتار میکنه، چون موفق نشد. 35 سال درس دین داد، درس نمیدونم عدالت داد، آزاد خواهی بودن داد،
ولی خودش چون طور دیگری عمل کرد، در نهایت ببینید اصلا حکومتی است که مفسد به تمام معنی در تمامی دنیاست. شما در کجای دنیا سراغ دارید یک حکومتی با این بود وسیع فساد مالی که هر فردی از اونها تبدیل به یک شاه شدن؟ اگر در گذشته یک شاه بود که بالفرض مبلغی رو هم از کشور خارج کرد، امروز ما صدها شاه داریم که میلیاردها دلار از کشور از سرمایه مردم گرفتن و از کشور خارج کردن و در حسابهای شخصی گذاشتن، معاملات کلان دارن انجام میدن در سطح خارج از کشور. در همین آلمان معاملات بزرگی داره انجام میشه توسط عوامل جمهوری اسلامی. بله، من فقط یک نکته رو بگم که تمام درآمد نفتی ایران از زمان کشف نفت در مصر سلیمان 1908، 26 فکر کنم ماه می 1908 در مصر سلیمان، تا پیش از روز آخر انقلاب تمام درآمد ایران بین 110 تا 120 20 و چند میلیارد خلاصه میشه تا این سالها. اما با احتساب قیمت دلار و ارزش دلار در اون سالها حدود 400 میلیارد دلار برآورد میشه. اما درآمدهای نفتی ایران پس از انقلاب تا به امروز نزدیک به 2000 میلیارد دلار هست. یک رقم زیر قلم آقای آیت الله خامنه ای 95 میلیارد دلار هست که زیر نگین، یکی از ارقامی هست که زیر نگین عرض کنم خدمتتون آقای خامنه ای هست. و این بیت ناصر خسرو رو باز در همین جا یادآور بشم که از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهنه اژدها شدم. این به تو شنیدید شما قطعا؟ بله، از شما شنیدم. بله، سپاسگزار هستیم. آقای خورسنده گرامی در آلمان حتما در برنامه های آینده با ما و بینندگان ما خواهند بود. آقای خورسنده در آلمان، با سپاس تشکر. بعد درود بر شما. بمیگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر و مهمانی دیگر با من و شما خواهند. و ما تا دقایقی که مهمان عزیز ما به برنامه به پیونده با شما خواهم بود با چند خبر. در روزهای اخیر خبرهایی بود منتشر شده بود از سوی مسئولان جمهوری اسلامی. یکی از خبرها در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، چه مستقیم چه غیر مستقیم. بسیجی ها بسیار مرتبط هستند با وضعیت حقوق بشر در ایران. چگونه؟ با چماق، چوب، اسید و بقیه ابزار به اصطلاح حکومتی، حکومتی که خودشون نخستین حکومت الله بر زمین میره. نماینده ولی فقید در سپاه پاسداران حرفی زده عرفستان، این که بسیج ملائکه انسان نماست. آقای عبدالعلی گواهی چون این حرفی رو زده، گفته که آقای بسیجی ها ملائکه هستن، فرشتگانی هستن که در چهره انسان هستن. یکی از این فرشتگانی که در چهره انسان هستن آقای علی رضا ستاری هستن که به هر حال خداوند از گناهانی اگر مرتکب شده بگذره که فوت کرده، بسیجی است. و این بسیجی رو در گذشته آمدن و خانواده شکایت کردن که متاسفانه غم‌انگیز هست که بنیاد شهید علت مرگ این بسیجی رو آمدن و گفتن که این به هیچ وجه شهید نیست و به خاطر جراحی زیبایی بوده، عمل زیبایی انجام داده و از بین رفته این فرشته انسان نما. و چکوچونه هست بین خانواده این ایرانی که از میان رفته، آقای علیرضا ستاری به خاطر عمل زیبایی بنیاد شهید میگه، و مادر این جوان که گفته که بنیاد شهید اونو به عنوان شهید قبول نداره و میگه جانباز 40% است، در صورت که حداقل جانباز 70% بوده. چک و چونه برای پذیرفتن ایشون به عنوان
شهید. این قابل توجه بسیجیانی است که یکی از عوامل اصلی نقض حقوق مردم ایران هستند، چماقداران، گزمه‌ها، اسیدپاشان و بقیه. در عرصه هنر هم خبرهاست، خبرهای قابل توجه. اینکه پس از آقای ارکانی که اساسا نابینا بود و مسئول صدور پرونده سینمایی بود، ملای شیعه‌ای به اسم مهدی خاموشی به عضویت شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی منصوب شد به حکم آقای علی جنتی وزیر ارشاد. و به قول قدیمی‌ها تو خود حدیث مفصل بخوان از این مشکل. البته امر تازه نیست، از آغاز تا کنون چنین بود، از آغاز پس از انقلاب تا کنون. و حرف تازه تر این که آقای مهدی طائب از فرماندهان سپاه پاسداران، بسیجیان و از گردانندگان اصل نیروهای خیابانی حکومت فقید در ایران حرفی زده. باز ایشون هم حرفستان این که ملت ایران هزار و یک مشکل داره. همه ما میدونیم، شما قطعا به مراتب بهتر از من، هوای آلوده، آب آلوده، کمبود دارو، داروهای از تاریخ مصرف گذشته، برنج سرطانزا و و و و, و ده ها مسئله روزمره که بسیاری از شما عزیزان باش در دست به گریبان هستید. علاوه بر اینها به گفته این بابا آقای مهدی طائب، ملت ما در ضمن متعهدم هستن که امام زمان را از پرده غیب درآورند و تنها راه ظهور امام زمان هم چرا ایشون تشخیص داده، حذف اسرائیل از صحنه روزگار هست. به اعتقاد آقایون اسرائیل از سال 1948 به وجود اومده به گفته آقایون. بنابراین پس قبل از 1948 که راهی وجود نداشت برای ظهور امام زمان، یعنی چون اگر تنها راه ظهور امام زمان حذف اسرائیل باشه، وقتی اسرائیل نمی بود بنابراین حذفش هم نمی شد کرد، بنابراین پس چه راهی بود برای ظهور امام زمان؟ این هم از اون حرف هاست که زده میشه و بعد هیچ جایی هم بازخواست نمیشه. مورد انتقادم اگه قرار بگیره در ایران، خب سرنوشت متاسفانه غم انگیزی دارن روزنامه‌نگارانی که چون حرفایی رو مورد انتقاد قرار بدن، اما چون این نخواهد ماند، برای اینکه آزادی بیان از مواردی است که البته از 23 بهمن ماه 57 به شدت و وسعت کم نظیری و فزاینده ای نقش شد در ایران تا به امروز. اما آزادی بیان عنصری است از عناصر دیگه ای که مربوط به طبیعت انسانی است و در بند بودن رو برای همیشه نخواهد پذیرفت. حرف دیگه آقای احمد آریایی نژاد. آقای احمد آریایی نژاد که از نمایندگان مجلس هست، مجلس شورای اسلامی، ایشون هم حرفی زده که قابل توجه. استفاده از خانم‌ها در تبلیغات جامعه را دچار انحراف می‌کند. تمام این کشورهایی که چنین می‌کنند بنابراین منحرف شدن، چون به حرف این بابا گوش ندادن. آقای احمد آریایی نژاد و خانم فاطمه آلیام که در تکمیل همین حرف باز نماینده دیگری در مجلس مدت هاست، ایشون هم گفته خشونت علیه زنان در ایران موردی است اما در غرب رویه همیشگی است. این حرفا رو برای چه کسانی میزنن و برای چه کسانی انتظار دارن باور کنن؟ اونها که معتقدین هستن و دنبال روها که نیاز به چنین حرفایی ندارن هستن، سرسپرده هستن. اما آنان که مخالفند خوب میدونن این حرفا بی اساس و بی پایه است. در غرب هم خشونت علیه زنان هست، بله، اما مجازات شدید در پی داره. چنین نیست که رویه همیشگی باشه و چنین نیست که در ایران موردی باشه. در ایران پس از انقلاب هست به گفته بسیاری از نهادهای مربوطه که خشونت علیه زنان رویه همیشگی شده، دست کم در این مقطع از تاریخ معاصر ایران. و خانم فاطمه آلیا نیز به خوبی اینو میدونه.
و دیگران، کسانی که مسئول هستند، مسئولان مربوط. با شما عزیزان خواهیم بود، ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو. در ادامه برنامه خانم محبوبه حسین پور با من و شما هستند. خانم محبوبه حسین پور فعال حقوق بشر و داغدار قتل برادر خود اردشیر حسین پور، دانشمند اتمی ایران که کشته شد توسط مأموران پنهان حکومت ایران، آنگونه که اسناد و مدارک و خانواده او میگوید. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند خانم محبوبه حسین پور، فعال حقوق بشر گفتم و داغدار قتل برادر خود اردشیر حسین پور از سرمایه های ملی مردم ایران، دانشمند اتمی کشته شده، مقتول به دست گزمه های پنهان و آشکار ولایت فقیه. سلام به شما خانم حسین پور عزیز. سلام دارم حضور شما جناب چالنگی، همه هموطنان و همزبانان در داخل و خارج از میهن اشغالی. خانم حسین پور، ببینید این روزها به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان، عدم خشونت علیه زنان، و به هر حال موضوع خشونت علیه زنان در بسیار از کشورها مطرح، از جمله در ایران، از جمله مدعی شدن خانم فاطمه عالیا که سالیان سال در مجلس شورای اسلامی عضویت داره، ایشون که در ایران خیلی چنین نیست، خشونت علیه زنان انجام نمیده، موردی است که جایی مثل بسیاری از جاها، اما در غرب نهادینه شده از صبح تا شب. به گفته ایشون تلویحا گفته که من زنان زیر فشار خشونت هستن از این قبیل. تفسیر شما رو میشنویم، یعنی واقعا با این نشونه هایی که میبینید در اخبار، حرف این خانم قابل قبول هست، این بانوی نماینده مجلس؟ جناب چالنگی، من خدمتتون عرض کنم که به عنوان یک زن ایرانی مطمئنن به اندازه میلیون ها زن ایرانی دیگری که از اینکه نماینده اونها چون این اشخاصی میبایستی، یعنی اسم همچین کسانی و شخصیت همچین کسانی به عنوان نمایندگان زنان ایران در یک محکمه در بالاترین سطح قانونگذاری در کشور مطرح باشه، واقعا احساس سرفکندگی میکنم، احساس شرمساری و حتی احساس تقصیر میکنم. اگرچه من همواره در جامعه ایران تا زمانی که تحریم نکرده بودم کار رو و به خاطر این مصیبتی که بر خانواده من این جنایتکاران مستولی کردن، تا اون موقع من به عنوان یک خدمتگزاری در وادی آموزش و پژوهش بودم و تقصیری در این قانونگذاری و این مسائل نداشتم. ولی با این حال انصافا احساس میکنم که ما چه کوتاهی کردیم که همچین مصیبت‌هایی بر ما به این شکل نهادینه چیره شده. جناب چالنگی، ببینید من به عنوان یک مسلمان زاده که با دوستانم هم شوخی میکنم، میگم ما شیعه غیر عمد هستیم، ناگزیر برمیگردیم به پایه‌های و به اصطلاح اون بنیانی و بنیادی که چون این تفکراتی رو به خودشون الان اینها اجازه میدن که به هر شکل ممکنی تفسیر کنن، چیزهایی رو که از 1400 سال قبل گرفتن، حالا به اقتضای سلیقه خودشون، فهم خودشون، درک خودشون، آنچنانم که خودشون آزاد میدونن و به خورد مردم بدن. ببینید خانم حسین پور، ما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که این تفکر اینا از کجا میاد یا از چه منشأی هست، من پرسشم بیشتر این هست، اخباری که ما در روز میاد در یک محدوده جغرافیایی در ایران که اسمش ایران هست با سابقه تاریخی هر چی که هست، این اخباری که شما روبروتون میبینید تا چه اندازه تایید کننده حرف ایشون است، این بانوی نماینده مجلس ولایت، تا
تا چند از اون نیست جناب چالنگی. اول اگر که حتی گاهی زم گاهی اوقات باشه، این مثل این که من خدمت شما بگم که خب شما مهمان عزیز خانه ما هستید، مثلا برای یک ماه یک هفته هر روز دوست گرامی و بزرگواری برای مدت خانه ما هست، من میگم حالا یک بار من یک غذای مانده مسمومی رو بیارم که حالا اشکالی نداره، من در روزهای دیگه پذیرای خودم کردم و خدمات بهتری ارائه دادم. اول من اصلا متوجه نیستم که چون این مقایسه ای اصلا بر مبنای چه تعقل و چه خرد و چه تفکری که حتی انتظارم ندارم که داشته باشن اصلا بیان شد. ثانیاً این که این یک اساسا یک تصمیم نهادینه شده هست از ابتدای این خودزنی جمعی که در ایران صورت گرفت، از 36 فعلا 36 ساله که ادامه داره، اولین کاری که کردن از اون خشونت عام که بر همه جامعه ایران مستولی شد به طور مضاعف اومدن سراغ زنها. من به خوبی به خاطر دارم که یکی از نمایندگان دوره اول مجلس که اون آقای دستگیری بود که چون ما شیراز زندگی میکردیم دیگه، اون دستگیری که به هر حال به دست کسانی که مثل خودش بودن، همون از همون طایفه بودن، حالا در شاخه دیگری فعالیت میکردن، منفجر شد و هزار پاره شد این حرفا، میگفتش که در مقام اینکه هزانت فرزند رو بزن بدهن اینا، من موقعی دختر جوانی بودم، این دغدغه شخص من نبود ولی دنبال میکردم این مسائل، من محصل بودم اون موقع، و که این چه ربطی دارد که یک مادر، من این جمله عین یک دقیقاً با یک قطعه فلزی این رو کنده باشن هم در ضمیر من و هم در مغز من هم در قلب من، همین این حکاکی شده که الان بعد از 36 سال الان یادم اومده دارم خدمت شما. چه ربطی دارد که زن، یک زن چون که فرزندش را پستان، با همون ادبیات آخوندی، پستان به دهنش بکند و بچهش را از کثافت پاک بکند هزانت او را هم داشته باشه؟ دقیقاً به همین شکل توی روزنامه پخش شده بود، روزنامه بود که توش سبزی خریده شده بود، آورده بود تو خونه، اومده بود تو منزل ما و این رو کابینت آشپزخونه بود من خوندم. ببینید این یک نهاده، این نهادی هست علیه در چنگال گرفتن نیمی از جامعه ایران، جامعه 50% زنان که به سرعت به رشد رسیدن هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی، و خب این بسیار خطرناک هست اگر که از دست. خب ببینید خانم حسین فول، پرسش تو دقیقاً همینجاست. ببینید همین الان شما قطعا اطلاع دارین، بینندگان ما هم کم و بیش، که در شهرهای دیگه مثل جهرم با دختران دانشجو چه رفتاری کردن، اسید پاشان اصفهانی رو میدونیم، در تبریز هم خبری هست از همین بابت. مشکل چیه؟ مشکل حکومت جمهوری اسلامی چی هست که در 35 سال یا 36 سال به گفته شما طی همه این سالها هنوز نتونسته خواستای خودش رو تحمیل کنه به دختران و زنان ایرانی، یعنی دخترانی که در دامن جمهوری اسلامی بزرگ شدن هنوز زیر بار خواستان. مشکل کار کجاست؟ خب طبیعتا این مشکل اونها هست و چاره‌جویی و این مقاومت دم به دم و لحظه به لحظه، یعنی جزء روزمره زندگی بخش عظیمی از مردم ایران هست این مبارزه در زیر پوست زندگی روزمره، و طبیعتا قشر شاید حدود 80% زنان ایران، و خب اینها قادر نیستن که یعنی از همون ابتدا هم قادر نبودن دیگه، اگر بودن که اون قضیه یازبوسری یا توسری که به اون سرعت علم نمیشد، یا همین قوانینی که شروع کردن در مجلس از همون موقع پایه‌گذاری کردن که این به این شکل نبود، یعنی از همون موقع ابقا میشد و دیگه الان بعد از این مدت مثل بسیاری جوامع دیگه، به پاکستان نگاه کنید، به افغانستان نگاه کنید، به عراق، اصلا تمام کشورهای منطقه هیچ کدوم زناشون در موقعیتی که زنان ایران قبل از انقلاب بودن قرار نداشتن، و همین بیس، همین پای، همین جایگاه و همین خواستگاه که در ایران نهادینه شده بود، به هر شکل نهادینه شده بود در باور زنان، در باور کل جامعه، نتونستن که بیش از این تقلیلش بدن، و طبیعتاً همون فرهنگ، همون باور، همون حالات نوستالژیک، همون خاطرات و
که بعدن میاد وصل میشه به مطالعه، بعدن میاد وصل میشه به مدرنیته، بعدن میاد وصل میشه به جهان مجازی. اینها مجموعین ها مطلقاً اجازه نمیدهد که این حکومت جنایی ولایی که میخواد، همونطور که گفتن، ما از سیاست های کلان، از شاه های نفت تا اتاق خواب شما، برای شما دستورالعمل داریم. این رو خب همیشه گفتن دیگه. خب چی هم هست این دستورالعمل؟ این قانون اساسی، قبلا خدمتون گفتم، قانون اساسی هست که از دوره به صورت مدون از حکومت، از تشیع صفوی در به دست اون ملاهای وارداتی و در به طور اولا از ملا محمد باقر مدرسه شروع شد. نمیتونن این رو نهاد، یعنی در به باور زنها این رو به اصطلاح ابقا کنن. اما به هر حال در سیاست های روزمره و گذرا این جنگ پنهان هست دیگه. قربانی میگیره، اعتراضات ایجاد میکنه، بعد یه مدت به حالت تعلیق در میاد، دوباره شروع میشه. در هر حال این نیروهای پراکنده همیشه وجود دارن که ما امیدوار هستیم به شکل به طور خودآگاه و به طور فعال یک پارچه بشه و به یک باره بنیاد این زیاد خواهی، این تمامیت خواهی رو برکنه. جناب چالنگی، در جامعه 36 ساله ایران ما یکی از این سردمداران رژیم رو ندیدیم که در کنار یکیشون از همه طیف و طبقه در کنار همسرش در جامعه ایران حاضر بشه. از اون آقای بنی صدرش که تحصیل کرده فرانسه بود وارد ایران شد با سیستم به هر حال تا حدودی فرانسوی، از اون ملاهاش، از اصلاح طلبش، از بنیادگراش، از مکلا، از معمم. این یک، یعنی ببینید، این یک اتمام حجتی هست که در واقع ببینید، من به یک نکته اشاره بکنم. من در برنامه سرزمین ما بارها اشاره کردم به این مسئله که در ایران اونجوری که آقای رجایی گفت، نخست وزیر و سپس رئیس جمهوری در حکومت انقلابی برآمده از انقلاب گفت ما آمده تا فرهنگ سرچشمه رو حاکم کنیم. مردمان کنونی در سرچشمه تهران، تردید من ندارم، در تمام مشکلاتی که دامنگیر همه مردم ایران هست، اونها هم سهیم هستن، یعنی دامنگیر اونها هم شده در تمام مشکلات روزمره. اگر من به اونچه که فرهنگ سرچشمه مورد نظر آقای رجایی هست اشاره میکنم، نه منظور مردمان امروز و اکنون هست، که آنچه که به عنوان فرهنگ سرچشمه حتی فارغ از این محله در تهران در ایران جاری و ساری بود هست. فرهنگ سرچشمه همینی هست خانم حسین پور که شما اشاره کردید، آقای رجایی هم حق داشت که میگفت ما اومدیم تا فرهنگ سرچشمه رو حاکم کنیم در ایران. فرهنگ سرچشمه همین بود که زنان در پستوی خانه ها حتی در برابر غریبه به اسم برادر و پدرشون صدا زده میشه. بانوی نازنینی زیر چادر و چاخچور همسرش، شوهرش، جلوی همکارش صدا میزد کاظم، حسین، تقی، میدونین یک خانوم با صدای زنانه جواب میده. فرهنگ سرچشمه همین بود که مهبل بافهایی که بعدها فیلم ساز شدند، اینها اجازه نداشتن حتی به موسیقی گوش بدن، انگشت در گوش خود میکردن که موسیقی نشنم. فرهنگ سرچشمه این بود که منبر داشت به عنوان بازوی سیاسی، بازار در اختیارش بود به عنوان بازار اقتصادی. معرف تبلیغاتی چون این فرهنگی مسعود کیمیایی و فیلم‌هایی مانند قیصر، علی‌رغم بازی درخشان و ارزشمند بهروز وثوقی. بسیار، این فرهنگ همینه که شما اشاره میکنید. اما یا این فرهنگ تونست حاکم بشه به طور کامل خانم حسین پور؟ آیا مشکل نسل جوان ایرانی، دختران ایرانی با این فرهنگ در همین جا نیست که این فرهنگ ضد طبیعت بشره؟ دقیقا همینطور هست جناب چالنگی. این فرهنگ به هیچ عنوان مستولی نشد، حتی در پایین ترین سطوح زندگی فرهنگی و اقتصادی که در روستاهای دور افتاده هست همه خبر داریم. و خب من اخیراً از ایران خارج شدم و مدتی من به دلایل خاله حقوقی بگیم کارهایی بود که بایستی به طور خانوادگی در
مناطق دورافتاده‌ای مسافرت می‌کردیم، از حالا اصفهان یا شیراز، و می‌دیدم روستاهای دورافتاده، روستاهایی که مثلا تازه حالا به صورت بخش در اومده بودن، مثلا 30,000 در حاشیه خلیج فارس یا استان بوشهر. اینا من متوجه بودم که توی اون بافت بسیار محروم و محدود هم هرگز چنین فرهنگی جا نیفتاده بود. یعنی علارغم کاستی های بسیار، اما زنان برای خودشون یک کرامت انسانی رو قائل بودن. انصافا اینطور بود، خیلی نقاط ضعفی بود، اما اونها به هیچ عنوان ربطی به اعمال سیاست های حکومت جمهوری ولایت فقیه نداشت. یک مسائل فرهنگی بود که در اونجا همچنان به اصطلاح به نسل‌های بعدی به شکل حالا ضعیف‌تر منتقل شده بود. نه، مطلقاً این چیزی نیست که قابل پیاد، یعنی اگر تونسته بودن این کار انجام داده بودن، ولی خب همچنان مصر هستن و به همین دلیل که اونا مصر بر این هستن با آوردن همین دلقک هایی به عنوان نمایندگان زنان، به عنوان نمایندگان حقوق بشر، اون طرف اون برادران لاریجانی، اینها خب به همون شکل هم میبایست این هسته های مقاومت با درایت خیلی بیشتر و با در واقع یک پارچگی در قبال اینها رسیدگی کنن. یعنی بایست هر تکی با پاتک به هر حال دفع بشه دیگه، و طبیعتا این کارزار میبایست که در جلوی وجدان جهان دم به دم گزارش داده بشه. خانم حسین پور، ببینید همین فرهنگ هست که ریاکارانه هر روز سخنانی رو ابراز میداره که بر اساس همون موازین، موازین شیعه، موازین اسلامی که حکومت ایران مدعیش هست، اینها کفرآمیزه. اینه که آقای طائب میگه وظیفه ملت ایران اینه که امام زمان رو از غیبت در بیاره، این وظیفه رو چه کسی محول کرده؟ اونم به این طریق که تنها راه ظهور امام زمان نابودی اسرائیل هست. من از روحانیت غیر دولتی میپرسم، آیا بر اساس این اگر کسی این حرف رو میزد، راهی رو مشخص میگه که میگفت تنها راه برای ظهور امام زمان این راهیه که من میگم، آیا این کفر نبود از نظر همین ملایان؟ محسن امیر اصلانی مگر چه گفت؟ گفت استنباط من این هستش که یونس در دهان ماهی نشد، به طور سمبولیک از نمادین هست اشاره شد. الان با همین کسانی که خود چنین میگویند درباره آقای خامنه ای او رو به مقام نبوت حتی رسوندن، الان جوان ایرانی در زندان از سهیل عربی در خطر اعدام است به عنوان اتهام به پیامبر اسلام، پیامبر اسلامی که خود همین ملایان بر منبر بارها گفتن به دیدار کسی رفت که خاکستر به سر پیامبر اسلام میره، بر سرش خاکستر. به روزی گفت چرا خبر نیست؟ گفتن بیمار، رفت به ایادتش. اهانت از اون که بالاتر نبود. آقایون مدعی پیامبر اسلام شدن. بفرمایید شما. ببینید جناب چارنگی، من طبعا نه تخصصی در دین شناسی دارم، نه علاقه‌ای دارم، نه قبلا و نه بعدا اگر عمری باقی بود هم در این وادی من کاری نخواهم کرد، اما به هر حال به عنوان یک ایرانی که در خانواده مسلمان بزرگ شده، در جامعه مسلمان زندگی کرده، خدمتون عرض میکنم که خب ما از بچگی با ساده ترین الفبای این مسئله که بسیار هم قابل درک بود زندگی کردیم. من شخص من در خانواده بودم که مادر بزرگم ساجده و عابده بود، مادرم به طریق خیلی به اصطلاح لایت، خیلی یعنی معمول به عبادات روزانه، نماز، اینها میپرداخت. پدرم اصلا مطلقا یک بارم در عمرش نماز نخونده بود، و برادر من یک دانشمند موحد بود. من خودم اصلا نمیدونم قبله کدوم طرفه، از بچگی من نمیدونستم، ولی ما با هم زندگی میکردیم و هیچ مشکلی نبود. در جامعه هم همینطور بود و من مجبور نبودم که خودم، یعنی نمیخواستم طبعا، و بهاشم پرداخت اشکال مختلف چطور زندگی کنم. ولی
این الان در جامعه شما دقت کنید که در جامعه غرب که الان به این شکل خیلی به حق با این تفکرات به اصطلاح نئونازیستا مقابله میشه و به طور کلی اینها بایکوت هستن به لحاظ هر نوع تبلیغ، اما مدتی قبل من فیلم دیدم از یک جامعه چند صد نفری که در قلب یکی از ایالات امریکا اینها دارن زندگی میکنن و برای خودشون حتی اون علامت صلیب شکسته رو میکشن، اینها البته با خودشون زندگی میکنن و آموزش ها معلمای خودشون رو دارن، بچه هاشون توی خونه ها به اصطلاح آموزش داده میشن، درس میخونن، ولی دختر مثلا همزمان دختر یک همچین خانواده‌ای چون به باورهای اون پدر و اون مادر معتقد نیست در دانشکده در کالج حاضر میشه و درس و اونجا توی کالج مثل همه دانشجویان دیگه درسش رو میخونه و اونا هم میدونن که این فقط ویکند آخر هفته میره خونه پیش خانواده‌اش، اما این مسئله باعث هیچ گونه تعرض جانی به و هر نوع عدم امنیتی جانی برای این خانواده و برای این افراد نیست. اونا همون اندازه که به اصطلاح محصور هستن به لحاظ فرهنگی و فعالیت اجتماعی نمی کنن کافیه، کسی اونا رو اعدام نمی کنه. حالا ما بر مبنای خود آموزه های اسلام اساسا این مسئله مطرح نبوده، کسی که در خلوت خودش در صفحه فیسبوک خب یک جمع دوستانه هست دیگه، یک ارتباط دوستانه هست که هیچ ربطی به مسائل امنیتی حکومتی نداره، کسی اظهار نظر شخصی کرده به این شکل واقعا وحشیانه و ظالمانه مورد هجوم قرار میگیره. تازه این در حالی هست که جناب چالنگی میلیون ها نفر دیگه در ایران اگر این جرم باشه همین جرم رو روزانه انجام میدن به شوخی، از سر غیظ، از سر اعتراض، از سر فشار، ولی فکر کنید که فقط اون که قرعه به نامش میفته و بایستی توجه چشم از مردم گرفته بشن مثلا این مجازات رو در مورد اون اعمال میدن، این خودش یک بی‌عدالتی مجسم و مسجل هست. به گفته زنده یاد دکتر بختیار، این که هر کس هر چه بگوید این دموکراسی است، این که هر کس هر چه میخواهد بکند این آنارشیزم است. خب این دیگه بیس، این دیگه پایه، این دیگه ساده ترین حد و ابتدایی ترین و مسلم ترین حد یک دموکراسی و یک آزادی است. البته من این را که عرض میکنم منظورم نیست که در جمهوری اسلامی چون این چیزی اساسا فضایی داره یا جایی داره، مطلقا من این انتظارم ندارم، از هیچ کار این جماعت اشغالگر وحشی جنایتکار هم من اصلا تعجب نمی کنم و میدونم میلیون ها نفر تعجب نمی کنه، اما به هر حال همیشه نفرت آوره، همیشه انزجار آوره این رفتار، اگرچه تعجب آور نیست. بله این حق کسی هست که نظر خودش رو ابراز میکنه در جمع دوستانه، نه از یک تریبون دولتی، نه از یک به اصطلاح جایگاه رسمی، این فقط برای ایجاد رعب، آنچنان که دوباره ما اینجا تکرار میکنیم النصر به رعب، خب این هم همینه که طرف رو از تو صفحه فیسبوکش میکشن بیرون و اعدام میکنه. ببینید نکته اینه که پیش از انقلاب در ایران ادیان مختلف، پیروان ادیان مختلف بودن، همه در حال عیسی به دینش، موسی به دینش، فرمول روزمره و اساس همزیستی ایرانی ها با هم بود. حالا این به چه قیمتی در طول تاریخ به دست اومده بود، از مسیرهای مختلفی ایرانیان رفته بودن، سرانجام از این به این نتیجه رسیده بودن که بسیار هم زیبا و کسی هم برای کسی مقدسات مورد اعتقاد ادیان دیگه جوک و شوخی دیگه نمیسازه، برای اسلام که قطعا خیر، حتی برای مراجع تقلید که من به یاد ندارم در شهرهایی مثل نچندان مذهبی خوزستان هم کسی جوک برای مرجع تقلیدی نمیسازه و در جاهای دیگه. اما چه شده؟ این پرسش من از شما نیست، از روحانیانی و مسئولان هست و دلسوزان دین، حتی کسانی که در حکومت دستی ندارن. چه شد که پس از انقلاب نه تنها برای مراجع، برای همه مقدسات مورد اعتقاد اسلامی جوک و شوخی ساخته شد؟ سوالیست، باید جواب داد. سپاسگزار هستیم خانم محبوبه حسین پور گرامی، با سپاس از شما.
سپاس از فرصتی که به من دادید جناب چالنگی. امیدوارم این فرصت برنامه خود شماست و همه کسانی که مرتبط با حقوق مردم ایران سخن میگویند و برنامه ایست متعلق به همه شما عزیزان بینندگان نیست. با ما در تماس باشید از طریق نشانی فیسبوکی که بر صفحه تلویزیون میگید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، کوهساران آسماری، زاگرس، دلهوت، افتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد باد.